سلام به تمامی همراهان عزیز لذت داستان. من شهرزاد هستم و امشب برای شما چند داستان زیبا و شنیدنی از ملا نصرالدین میخونم. امیدوارم که از شنیدن این داستانهای زیبا لذت ببرید. داستان لنگ ملا نصرالدین. روزی از روزها ملا نصرالدین بر سر زنان و فریاد کنان به کوچه دوید که آی مردم به دادم برسید، بردند، دار و ندارم را بردند، لحافم را بردند، سفره و زیراندازم، تشک و شال و فرشم را بردند. مردم همه به کوچه ریختند، ملا را آرام کردند و در پی یافتن دزد اموال دزدیده شده ملا به این طرف و آن طرف رفتند. همه جا را گشتند، به همه خرابه ها و مخفیگاه ها سر کشیدند تا عاقبت دزد را یافتند که وحشت زده و ترسیده به کنجی نشسته بود. لنگی کهنه و پاره در دست داشت. ملا با دیدن لنگ آن را شناخت، گفت همین است. مردم حیرت زده پرسیدند این که فقط یکی لنگ است، چرا دروغ گفتی؟ ملا نصرالدین در حالی که لنگ را با دقت و وسواس تا می کرد گفت جز راست نگفتم، چرا که این لنگ سفره من است، فرش و لحاف و شال من است، اصلا این لنگ همه چیز من است. داستان زبان عربی. روزی از روزها شخصی نزد ملا نصرالدین رفت و گفت آیا زبان عربی می دانی؟ ملا بادی به قبقب انداخت، سینه‌اش را جلو داد و گفت معلوم است که می دانم. مرد خوشحال شد، گفت پس به من بگو عرب‌ها به آش سرد شده چه می گویند؟ ملا کمی فکر کرد، ابرو در هم کشید و گفت همچین لغتی ندارند. عرب‌ها هیچ وقت نمی گذارند آش سرد شود، آن را داغ داغ می خورند. داستان ارزن بر طناب پهن کردن. همسایه‌ای به در خانه ملا نصرالدین رفت و گفت طنابی به من قرض بده. ملا گفت نمی توانم، بر طناب ارزن پهن کردم. مرد پرسید چطور می توان بر طناب ارزن پهن کرد؟ ملا پاسخ داد برای اینکه طناب را به تو ندهم همین یک دلیل کافی است. داستان دیگ ملا نصرالدین. روزی ملا نصرالدین از همسایه‌اش دیگی بزرگ به امانت گرفت. هنگامی که خواست دیگ را به صاحبش پس بدهد، دیگچه ای در آن گذاشت. همسایه از دیدن دیگچه تعجب کرد. پرسی؟ این دیگر چیست؟ ملا گفت، دیگ شما آبستن بود، در خانه ما زایید. همسایه شاد و خندان دیگ و دیگچه را گرفت و به حماقت ملا نصرالدین خندید و رفت. این کار چند بار تکرار شد. ملا دیگ را به امانت می گرفت. هر بار دیگچه‌ای داخل آن می‌گذاشت و آن را پس می‌داد، تا اینکه یک روز دیگ را امانت گرفت و دیگر پس نداد. همسایه هرچه منتظر ماند از دیگ و ملا خبری نشد. به در خانه ملا نصرالدین رفت و گفت ممکن است دیگ مرا بدهید؟ ملا نصرالدین غمگین و ناراحت گفت دیگ مرد. همسایه گفت یعنی چه؟ مگر دیگ هم می‌میرد؟ ملا نصرالدین جواب داد چطور می زاید؟ خب یک بار هم سر زا می رود. داستان کدام حرفت را باور کنم؟ یک روز ملا خسته و گرسنه به خانه رسید. به زنش گفت قدری پنیر بیاور تا بخوریم. شنیدم که پنیر هم اشتها را زیاد می کند، هم قوت و نیروی بسیار دارد. خوردن پنیر برای سلامتی بدن بسیار مفید است.
زن گفت: حیف شد، چون ما در خانه پنیر نداریم. ملا فوراً گفت: چه بهتر، چون پنیر هم خون را کثیف می کند، هم چربی بدن را زیاد می کند، اصلاً هم فایده ای ندارد. زن ملا حیرت زده به او نگاه کرد و گفت: بالاخره حرف اولت را باور کنم یا آنچه را که بعداً گفتی؟ ملا گفت: اگر پنیر داشتیم تو حرف اول را باور کن، اگر نداشتیم حرف دوم را. داستان تجارت پرسود ملا. روزی ملا نصرالدین خرش را برای فروش به میدان مال فروش ها برد. آن را به دست دلالی سپرد تا به قیمتی مناسب بفروشد. دلال افسار خر را به دست گرفت، فریاد زد: یک خر 30 دیناری را به 10 دینار حراج کردم. ملا همین که این را شنید گفت: خر به این ارزانی چرا خودم بخرم؟ برگشت 10 دینار به دلال داد و خرش را گرفت. شاد و خندان به خانه بازگشت. ماجرا را با شوق و ذوق بسیار برای زنش تعریف کرد. زن از گوشه چشم نگاهی کرد و گفت: بشنو ببین من چه کردم. امروز دورگرد آمده بود تا کلاف نخایم را بخرد. یکی از کلاف ها 6 مثقال کمتر بود. من هم یواشکی آن را برداشتم. گوشواره هایم را که 6 مثقال وزن داشتند در آن تپاندم. دورگرد هم نفهمید، کلاف نخا را با خود برد. ملا نصرالدین با رضایت دستی بر سرش کشید و گفت: آفرین، آفرین، آفرین به هوش تو. با این زیرکی که من و تو در تجارت داریم، چیزی نخواهد گذشت که رئیس و تجار شویم. داستان ارزش امیر. روزی امیر با گروهی از خادمان و وزیران به حمام رفت. از قضای روزگار ملا نصرالدین هم در حمام بود. امیر با دیدن ملا تصمیم گرفت کمی سر به سر او بگذارد و باعث خنده خود و دیگران شود. سپس دست به کمر زد، سر بالا گرفت و گفت: ملا، بگو ارزش ما چقدر است؟ ملا نصرالدین نگاهی به سرتاپای امیر کرد و گفت: 10 دینار. امیر متعجب و عصبانی فریاد زد: مردک، فقط لنگ ما 10 دینار می‌ارزد. ملا پاسخ داد: قربانت شوم، من هم برای همین گفتم 10 دینار. داستان مرد خسیس. ملا نصرالدین دوستی داشت که بسیار ثروتمند بود. به اندازه ثروتش هم خسیس بود. هیچ وقت خیرش به کسی نمی رسید. روزی ملا و جمعی از دوستانش از کنار رودخانه می گذشتند. از قضا مرد خسیس هم همراهشان بود. ناگهان پایش روی سنگی لغزید و به میهان آب افتاد. خود را به تختی سنگی چسبانده بود و فریاد می زد. یکی از دوستانش دستش را دراز کرد و گفت: دستت را بده تا تو را بیرون بکشم. ولی مرد خسیس دستش را نمی داد، فقط فریاد می زد. هرچه کردند بیفایده بود. ملا جلو آمد و گفت: بی خود زحمت نکشید، زبان این را فقط من بلدم. ملا کنار رودخانه زانو زد، دستش را جلو برد و گفت: دوست عزیز، دست مرا بگی. مرد دست ملا را گرفت و از رودخانه بیرون آمد. همگی با تعجب از ملا پرسیدند: این چه رازی بود؟ ملا گفت: مگر نمی دانید او خسیس است، دست بده ندارد، فقط می تواند بگیرد. داستان همینجا می خواستم پیاده شوم. ملا نصرالدین سوار خرش بود که به نزدیک میدان رسید. با دیدن جمع مردم و شلوغی میدان تصمیم گرفت هنرش را در خر سواری به همه نشان دهد. این بود که خر را هی کرد، با سرعت حیوان بیچاره را دواند. خر نفس زنان و به سرعت می دوید.
ملا افسار خر را رها کرده بود و با پا به پهلوهای خر میکوبید. به میدان که رسیدند، خر بیچاره توان و طاقت از دست داد. جست میزد، ملا را محکم به زمین انداخت. مردم متعجب و با تمسخر ملا را که حسابی خاکالود شده بود تماشا میکردند. ملا نصرالدین در کمال خونسردی از جا بلند شد. خاک لباسهایش را تکاند و گفت: ممنونم، همینجا میخواستم پیاده شوم. داستان خواب. بچه کوچک ملا نصرالدین از سر شب بیخوابی به سرش زده بود. با گریه و فریاد همه را بیچاره کرده بود. زن ملا کلافه و عصبانی بچه را به ملا داد و گفت: خسته شدم، هر چه میکنم نمیخوابد. ملا گفت: بچه را نگه دار تا راه خواباندن آن را به تو یاد بدهم. زن بچه را از ملا گرفت. ملا به سراغ صندوقچه قدیمی رفت. از توی آن کتاب حسابی که با خود به مکتب می برد در آورد. کتاب را به دست زنش داد و گفت: این کتاب حساب را بگیر، آن را جلوی چشم بچه نگه دار. آن وقت خواهی دید چطور به خواب می رود. زن عصبانی تر از قبل گفت: چطور ممکن است این کتاب بچه را بخواباند؟ ملا جواب داد: تو از خاصیت این کتاب بیخبری. وقتی که من به مکتب میرفتم، هر وقت میخواستم این کتاب را بخوانم، چشمانم سنگین میشد و خیلی زود به خواب میرفتم. هرچه باشد این هم بچه من است. مطمئنم اگر به کتاب حساب نگاه کند، خیلی زود خوابش میگیرد. داستانه باشه، همان یک دینار را بده. ملا نصرالدین به خواب خوشی فرو رفته بود. در خواب می دید با کسی بر سر پول کشمکش و دعوا دارد. مرد می خواست به ملا یک دینار بدهد، ولی ملا می گفت: کمتر از 10 دینار نخواهم گرفت. از مرد اصرار و از ملا انکار. انقدر جر و بحث بالا گرفت که ملا فریاد زد: فقط 10 دینار، نه کمتر. ناگهان ملا از صدای فریاد خودش از خواب بیدار شد. وقتی دید همه را در خواب می دیده، با عجله چشمهایش را بست و گفت: باشه باشه، همان 1 دینار را بده. عاقبت اندیشی ملا. روزی ملا نصرالدین به شهر رفت. قوری چینی بسیار زیبایی خرید تا با خود به خانه ببرد. در راه پیش خود فکر کرد: حیف که این قوری چینی است. اگر بر زمین بیفتد و بشکند، مجبور خواهم بود از ده تا شهر برگردم، آن را بدهم چینی بند بزند. فکر راه طولانی ده تا شهر ملا را حسابی غمگین کرد. در راه روی تخت سنگی نشست. برای پیدا کردن راه چاره‌ای به فکر فرو رفت. بعد به خوشحالی گفت: فهمیدم. حالا که نزدیک شهر هستم، گوری را می شکنم، می برم می دهم چینی بنزند، اونو بند بزنه. اون وقت گوری آماده رو به خونه می برم. ملا با 1 ضربه گوری را به زمین زد. تکه های آن را جمع کرد و با خود پیش چینی بنزند برد. در راه هم 1000 بار به هوش خودش آفرین گفت. داستان دکتر آوردن ملا. زن ملا دل درد شدیدی گرفته بود. با ناله و شیون از درد به خود می پیچید. ملا وحشت زده ایستاده بود و به زن نگاه می کرد. زن گفت: عجله کن، برو دکتر بیاور. ملا گفت: صبر کن، غذای خر رو بدم، آب حوض رو هم خالی کنم، بعد برم دنبال دکتر. ملا غذای خر را داد، آب حوض را هم خالی کرد و بعد آماده شد که به سراغ دکتر بره. چون چند ساعتی گذشته بود، زن احساس کرد دل دردش کمی بهتر شده. به ملا گفت: لازم نیست بری دکتر بیاری، حالم بهتر شده. ملا اعتنایی به زن نکرد. به سرعت از خانه خارج شد و
به طرف خانه دکتر رفت. وقتی دکتر در را باز کرد، ملا به او گفت: امروز زنم دل درد شدیدی داشت. وقتی که خواستم به دنبال شما بیایم، او حالش بهتر شد. من هم آمدم تا بگویم لازم نیست به خانه ما بیایید. زنم حالش خوب است. داستان بگذار میخواهم باقیش را ابریشم بکارم. روزی ملا نصرالدین به سلمانی رفت تا موهای سرش را کوتاه کند. سلمانی تازه کار بود، در کار خود ناشی. دلش نمی آمد مشتری نقد را از دست بدهد. پس ملا را روی چهار پایه نشاند، تیغ را به دست گرفت و مشغول کار شد. هر بار که به سر ملا تیغی می کشید، قسمتی از پوست سر را هم می برید. از همانجا خون جاری می شد. مرد سلمانی فوراً جای زخم را تکهی پنبه می گذاشت. نیمی از سر ملا را که تراشی، همان نیمه پر شده بود از تکه های کوچک پنبه که جا به جا روی سر ملا گذاشته بود. ملا نصرالدین که تا آن لحظه سکوت کرده بود و هیچ نمی گفت، به زبان آمد. دست مرد سلمانی را گرفت، گفت: ای برادر، خدا پدرت را بیامرزد، دست نگهدار، بس است. بگذار باقی را خودم ابریشم بکارم. داستان ادعای خدایی. حاکم شهری به بخشش و دست و دلبازی معروف بود. ملا نصرالدین فرصت را غنیمت شمرد. نزد حاکم رفت و گفت: به نام 124,000 پیغمبر، مرا 124 دینار عطا کن. یعنی در برابر هر 1,000 پیغمبر فقط 1 دینار. میدانم که چون این درخواستی از حاکمی بخشنده چون تو عجیب نیست. حاکم کمی فکر کرد، گفت: باشد، در پرداخت پولی که خواسته ای حرفی ندارم. تو 1 به 1 پیامبران را نام ببر و در برابر هر 1,000 پیامبری که نام بردی 1 دینار بگیر. ملا که به نظر شرط حاکم بسیار آسان می‌آمد، پذیرفت. شروع کرد به شمردن اسامی پیامبران. گفت: محمد، عیسی، موسی، ابراهیم، سلیمان، داوود، یونس، نوح، اسحاق، یوسف، یعقوب، ایوب، دانیال، جرجیس، مانی، زرتشت. بعد کمی فکر کرد، ادامه داد: فرعون، شداد، نمرود، هامان. حاکم از جای برخاست، فریاد زد: آهای، چه میگویی؟ خطا کردی. شرط این بود که پیامبران را نام ببری. شداد و نمرود و فرعون که پیامبر نبودند. ملا رنجیده و غمگین سرش را پایین انداخت، گفت: ای امیر، این بیچارگان که ادعای خدایی میکردند، تو به پیامبری هم قبولشان ندادی؟ داستان فروش خانه. ملا نصرالدین خانه ای داشت. آن را با یکی از دوستانش شریک بود. یعنی نیمی از خانه مال ملا بود، نیم دیگر مال دوست و شریکش. روزی ملا به سراغ دلالی رفت. به او گفت: سهم خانه مرا بفروش. مرد دلال با تعجب گفت: چه شده؟ تصمیم گرفته ای سهم خود را بفروشی؟ ملا گفت: میخواهم با پولی که از فروش سهم خودم به دست میآورم، سهم شریکم را هم بخرم و همه ی خانه مال خودم بشود. داستان خر سواری به گم شدن یک خر نمی‌ارزد. ملا نصرالدین 10 رأس خر داشت. آنها را بسیار عزیز می‌داشت. روزی سوار بر یکی از آنها شد تا همه را برای چرا و خوردن علف‌های تازه به دشت ببرد. وقتی که بر روی خر نشست، شروع کرد به شمردن خرها. 1، 2، 3. 9 خر را شمرد. خری را که خودش روی آن نشسته بود به حساب نمی آورد. دوباره شمرد. باز هم 1 خر کم بود. از خر پیاده شد. روی سنگی بلند ایستاد و شمرد. خرها 10 تا بودند. باز هم سوار بر خر شد تا راه بیفتد. پیش خودش گفت:
شاید اشتباه کرده باشم. دوباره شمرد. این بار 9 خر بودند. با تعجب به خود گفت: عجیب است. وقتی سوار می شوم 9 خر هستند. وقتی پیاده می شوم 10 خر. بعد خنده ای زیرکانه کرد و از خر پیاده شد. گفت: اصلا پیاده می روم. خر سواری به گم شدن یک خر نمی ارزد. داستان زور بازو. ملا نصرالدین در میان جمعی از دوستانش نشسته بود. با شور و پر حرارت برای اونها حرف می زد. همه با دقت و حوصله به حرفای ملا گوش می دادند. تا آنکه ملا گفت: بهتر از واقعیتی را به شما بگویم. زور و بازوی من از جوانی تا به امروز هیچ فرقی نکرده. هم همه در بین دوستان ملا پیچید. همه با تحسین و تعجب به اون نگاه می کردند. ملا هم با لبخندی رضایت بخش خود را تحسین می کرد. یکی از میان جمع گفت: خوش به حالت. از کجا متوجه زور بازویت شدی؟ ملا گفت: راستش آن وقتا که من جوان بودم در حیات خانه من هاون سنگی بزرگی داشتیم. من هیچ وقت نمیتونستم اون رو بلند کنم. چند وقت پیش به سراغ هاون رفتم تا زور بازوم رو دوباره امتحان کنم. متوجه شدم هنوز هم نمیتونم اون رو بلند کنم. از همینجا بود که فهمیدم زور و قدرت من مثل روزهای جوانیم باقی مانده است. داستان لحاف ملا. شب از نیمه گذشته بود. ملا از سر و صدای دعوای توی کوچه از خواب بیدار شد. از پنجره به بیرون نگاه کرد. هوا تاریک بود و ملا نمیتونست چیزی ببینه. دعوا حسابی بالا گرفته بود. ملا دل توی دلش نبود که بیرون بره و از ماجرا سر در بیاره. لحاف را به دور خودش پیچید و از در بیرون رفت. زنش دنبالش دوید. گفت: کجا میری؟ ملا گفت: برم بفهمم دعوا سر چیه. وقتی ملا به کوچه رسید جمعی را دید که با مشت و لگد به جان هم افتاده بودند. پیش خودش گفت: اینها جوانند و جاهل. من پیر و ریش سفیدم. باید جلو برم و دعوا رو تموم کنم. ملا میان معرکه رفت. هیاهویی برپا شد. یک نفر در میان جمع لحاف ملا را گرفت و فرار کرد. ملا هاج و واج مانده بود که لحاف چه شد. دید دعوا هم تمام شد. هر کس از طرفی به خانه اش رفت. ملا هم بی لحاف به خانه برگشت. زن گفت: خوب فهمیدی دعوا بر سر چه بود؟ ملا گفت: دعوا سر لحاف من بود. آن را گرفتند. دعوا هم تمام شد. داستان کمک به مستمند. روزی ملا به در خانه مردی تاجر و ثروتمند رفت. به او گفت: جناب تاجر، شما مردی نیکوکار هستید. خوب می دانم که از مال دنیا نیز بی نیازید. من زنی مستمند را می شناسم که 4 بچه کوچک دارد. چون نتوانسته کرایه خانهش را بپردازد، همین روزها صاحب خانه اساسیش را به کوچه خواهد ریخت. خواهش می کنم به او کمک کنید. بچه هایش را از دربدری و بی خانمانی نجات دهید. تاجر که به شدت تحت تأثیر حرفهای ملا قرار گرفته بود گفت: باشد، اگر این زن و فرزندانش تا این اندازه نیازمند هستند، من حرفی ندارم. نشانی او را به من بده تا مقداری پول برایش بفرستم. ملا با خوشحالی گفت: نشانی لازم نیست، پول را به خود من بدهید. چون او زن من و 4 بچه کوچک هم بچه های من هستند. قول می دهم که پول را فوراً به آنها برسانم. داستان حیف که مردم. یک روز ملا نصرالدین از زنش پرسید: تو میدانی وقتی که آدم میمیرد چه حالی پیدا میکند و از کجا میفهمد که مرده است؟ زن گفت: خب وقتی که آدم میمیرد دست و پایش سرد سرد میشود. چند روز از این گفتگو گذشت. روزی ملا خرش را برداشت
و برای جمع کردن هیزم به جنگل رفت. هوا انقدر سرد بود که ملا احساس کرد دست و پایش یخ زده. با خودش گفت حتما مردم. بعد خودش را روی زمین انداخت و بی حرکت دراز کشید. شب شده بود. جنگل و سرما و گرگ های گرسنه. خر بیچاره بالای سر ملا ایستاده بود. گرگ ها از چند طرف به خر حمله کردند و در یک چشم بر هم زدن او را خوردند. ملا که از گوشه چشم گرگ ها را می دید سرش را کمی بلند کرد و گفت حیف که مردم، وگرنه به همه شما نشان می دادم که خوردن خر مردم چه نتیجه ای دارد. داستان کار از محکم کاری عیب نمی کنه. ملا نصرالدین باغچه کوچکی داشت. در آن تعدادی قلمه مو کاشته بود. هر غروب قلمه ها را از خاک بیرون می کشید، در اتاق می گذاشت. صبح دوباره آنها را می برد و در باغچه می کاشت. روزی همسایه او پرسید ملا، حکمت این کار تو چیست؟ ملا پوزخندی زد و گفت جان من، با این همه دوست که این اطراف پرسه می زنند، کار از محکم کاری عیب نمی کنه. داستان از خر بگو. یک شب هنگامی که پسر ملا نصرالدین لحاف را روی سرش کشیده بود و کنار کرسی خوابیده بود، ملا رو به زنش کرد. آهسته گفت باید برای پسرمان زن بگیریم، دیگر بزرگ شده، باید به فکر اهل و عیال و خانه و زندگی باشد. زن گفت عروسی؟ میدانی برپا کردن یک عروسی چقدر برای من گران تمام می شود؟ ما که آهی در بساط نداریم، چطور حرف عروسی می زنیم؟ ملا دستی به سرش کشید، گفت خر را می فروشیم، پولش را خرج عروسی می کنیم. صحبت از عروسی به گرانی و از گرانی به گرفتاری های مختلف زندگی رسید. کم کم حرف تو حرف آمد، مسئله عروسی پسر فراموش شد. پسر که خود را به خواب زده بود و حرفهای آنها را می شنید، آرام لحاف را کنار زد و گفت بابا، از خر بگو. داستان دود کباب. بوی خوش و اشتها آور کباب در کوچه پیچیده بود. مرد فقیری از کنار بساط کبابی می گذشت. تک نانی از جیب خود در آورد، آن را روی دود کباب گرفت و با لذت خورد. وقتی که خواست از آنجا برود، مرد کبابی یقه لباسش را گرفت، گفت آی کجا میری؟ پول دود کباب رو بده. مرد فقیر با تعجب و ترس به او نگاه کرد، با صدای لرزان گفت ولی من پولی ندارم. کبابی گفت اگر پول نداشتی چرا نانت را با دود کباب من خوردی؟ باید پولش را بدهی. مشاجره بالا گرفت. ملا نصرالدین از آنجا می گذشت. وقتی از ماجرای نان و دود کباب با خبر شد، به کبابی گفت یقه لباسش را ول کن برود، پول دود را من می دهم. کبابی خوشحال شد، مرد فقیر را رها کرد و به ملا گفت خب حالا پولم را بده. ملا چند سکه از جیبش بیرون آورد، آنها را یکی یکی بر زمین انداخت، گفت صدای این سکه ها پول دود کباب توست، خوب بشمار که اشتباه نشه. داستان سرکه 7 ساله. مردی نزد ملا نصرالدین رفت و گفت سرکه 7 ساله داری؟ ملا جواب داد دارم. مرد به خوشحالی دستهایش را به هم مالید و گفت پس کمی از آن را به من بده. ملا خندید و گفت اگر می دادم که 7 ساله نمی شد. داستان صدایش صبح در می آید. شب هنگام بود و دیر وقت. ملا نصرالدین و پسرش از عروسی باز می گشتند. برای رسیدن به خانه باید از میان بازار می گذشتند. وقتی به بازار رسیدند، در سکوت بازار ناگهان صدایی برخاست. پسر رو به پدر کرد و پرسید این صدای چیست؟
مولا نصرالدین که خوب می دانست صدا از اره ایست که دزدها به تخته دکان می کشند، قدمهایش را تند کرد. گفت: بیا پسر جان، عجله کن، چیزی نیست. کسی در گوشه ای تاریک کمانچه می نوازد. پسر گفت: این چگونه کمانچه ای است که آوازش به گوش نمی رسد؟ مولا نصرالدین در حالی که می دوید پاسخ داد: بیا جان بابا، آواز این کمانچه از آن کمانچه هایی است که صبح صدایش در می آید. داستان آواز توی حمام. روزی مولا نصرالدین در خزینه حمام شروع کرد به آواز خواندن. صدای او در حمام پیچید، خود چنان شیفته شد که پنداشت صدایی بسیار خوش و دلنواز دارد. با خود فکر کرد اگر نزد امیر شهر برود و برای او آواز بخواند، امیر او را از مال دنیا بی نیاز خواهد کرد. پس با شتاب از حمام خارج شد، به قصر امیر رفت. اجازه ورود گرفت و داخل بارگاه حاکم شد. امیر گفت: برای چه اینجا آمده ای؟ چه می خواهی؟ مولا نصرالدین پاسخ داد: آوازی ملکوتی دارم که تا به امروز خود نیز از آن آگاه نبودم. امیر لبخندی زد، گفت: خوب است، چیزی برای ما بخوان. مولا نصرالدین آوازی بس جگر خراش خواند. امیر از جا بلند شد، فریاد زد: مردک، مرا به ریشخند گرفته ای؟ به خدا سوگند که در تمام عمرم صدایی چنین بد و ناخوش نشنیده بودم. مولا نصرالدین دست پاچه شد، گفت: قربان سرت گردم، اگر اینجا حمام و خزینه ای بود، آوازی خوش و دلنشین برای تان می خواندم. حالا که نیست، دستور بفرمایید خمره ای را تا نیمه آب کنند و بیاورند. امیر دستور داد، خمره ای را تا نیمه آب کردند و آوردند. مولا سرش را داخل خمره کرد و آواز خواند. خدا می داند که امیر از شنیدن صدای گوش خراش او چقدر خشمگین شد. فرمان داد ترکی بیاورند، به آب خمره تر کنند و او را انقدر بزنند تا آب خمره تمام شود. فرمان اجرا شد. با هر ضربه‌ای که به مولا نصرالدین می‌زدند، او یک بار خدا را سپاس می‌گفت. امیر از این کار او تعجب کرد، پرسید: در این حال روزی که تو داری، سپاس گفتنت از چیست؟ ملا پاسخ داد: خدا را سپاس میگویم که خمره نیم پر خواستم. اگر امیر را با خود به خزینه برده بودم تا آب خزینه تمام شود، از من بیچاره جز استخوانی شکسته چیزی باقی نمیماند. امیر از شنیدن پاسخ ملا به خنده افتاد و او را بخشید. داستان سن ملا. شخصی از ملا نصرالدین پرسید: جناب ملا، آیا شما بزرگتر هستید یا برادرتان؟ ملا کمی فکر کرد، گفت: راستش سال گذشته که حساب کردیم، برادرم یک سال از من بزرگتر بود، ولی حالا که یک سال از آن روز گذشته، فکر میکنم همسن شده باشیم. داستان شیر خریدن مولا. روزی مولا نصرالدین کاسه کوچکی برداشت، به دکان شیر فروشی رفت و گفت: یک کیلو شیر گاو در این کاسه بریز. مرد فروشنده نگاهی به کاسه کوچک مولا کرد و گفت: یک کیلو شیر گاو در این کاسه جانی می گیرد. مولا کمی فکر کرد، گفت: باشد، پس یک کیلو شیر گوسفند در آن بریز. داستان آی صاحب بزغاله. مولا نصرالدین در صحرا بزغاله‌ای پیدا کرد. هرچه به دور و بر نگاه کرد، نه گله‌ای دید، نه کسی را که به دنبال بزغاله بگردد. پس تصمیم گرفت بزغاله را با خود به خانه ببرد. مردی مؤمن و خداشناس همسایه مولا بود. مولا نصرالدین نزد او رفت، ماجرای پیدا کردن بز را برایش تعریف کرد. بعد از او پرسید: آیا این بز بر من حلال است؟ مرد پاسخ داد:
حکم شرعی این است که در ده دوره بگردی، فریاد کنی و اهل ده را با خبر کنی که بزی پیدا کردی. اگر صاحب مال پیدا نشد، آن وقت بر تو حلال می شود. ملا نصرالدین هر روز در کوچه های ده بانگ می زد. آی، زیر لب می گفت صاحب بزغاله، تا هم به حکم شرع عمل کرده باشد، هم بزغاله را از دست ندهد. داستان این یکی از آن هم تندتر می دوید. ملا نصرالدین دو بز داشت که چون جان شیرین از آنها مراقبت می کرد. روزی یکی از بزها تناب گردنش را شل دید. فرصت را غنیمت شمرد، پا به فرار گذاشت. ملا هرچه گشت بز را پیدا نکرد. به خانه برگشت. بز دوم را که به تیرک طویله بسته شده بود و در خلوت خود علف می خورد، به باد کتک گرفت. همسایه ها به صدای ناله بز و ضربه های خشمگین و فریاد های ملا به طویله آمدند. گفتند آی چه می کنی؟ حیوان زبان بسته را کشتی؟ ملا نصرالدین گفت بزم فرار کرده. گفتند این بیچاره که فرار نکرده، این را چرا می زنی؟ ملا نصرالدین گفت شما که نمی دانید، اگر تنابش محکم نبود، این نابکار از آن هم تندتر می دوید. داستان کار به خیر گذشت، وگرنه خیالها داشتم. ملا نصرالدین در حال سفر بود، به دهی خوش آب و هوا رسید. از خر پیاده شد تا کمیانجا استراحت کند. هنوز چند قدمی از خر فاصله نگرفته بود که خورجین ملا را از پشت خرش دزدیدند. ملا سخت عصبانی شد، فریاد زد با اینکه بسیار صبور و خیشتندار هستم، اگر فوراً خورجین مرا پیدا نکنید، مجبور خواهم شد کاری را که در ده دیگر انجام دادم تکرار کنم. مردم وحشت زده به تکاپو افتادند تا راه حلی پیدا کنند. برای آرام کردن ملا نصرالدین او را به قهوه خانه بردند. نهار مفصلی هم برایش آوردند. در این فاصله عده‌ای هم به سراغ دزدهای با سابقه ده رفتند. با زور و کتک و تهدید خورجین ملا نصرالدین را برایش پیدا کردند. نهار که تمام شد، مردم ده شادمان خورجین را به ملا دادند. او شاد شد و مردم آسوده. ملا خورجین را برداشت که پشت خر بگذارد. یکی از اهالی ده جلو آمد، گفت خدا را شکر که خورجین گم شده پیدا شد، وگرنه خدا می داند با ما چه می کردی. حالا بگو در ده دیگر چه کرده بودی؟ ملا نصرالدین گفت به راستی خدا را سپاس که خورجین را پیدا کردی، وگرنه چاره ای نداشتم جز این که خورجین دیگری بخرم، چون در دهی دیگر افسار خرم را بردند و برنگرداندند. من مجبور شدم افساری نو بخرم. داستان سوزش دل. ملا نصرالدین در خانه دوستی مهمان بود. میزبان برای پذیرایی مقداری کره و عسل و نان آورد، جلوی ملا گذاشت. ملا بی معطلی شروع به خوردن کرد. تا اینکه کره و نان تمام شد، ولی عسل خیلی زیاد بود. ملا حسابی سیر شده بود، اما دلش نمی آمد از خوردن عسل دست بکشد. این بود که شروع کرد به خوردن عسل. مرد میزبان رو به ملا کرد، با احترام بسیار گفت جناب ملا، بهتر است که عسل را خالی نخوری، خدای نکرده دلتان را می سوزاند. ملا در حالی که دهانش را پر از عسل می کرد گفت خدا خودش می داند که از عسل خوردن من دل چه کسی می سوزد. داستانه بگذار خلق بدانند من از دست این نابکار چه می کشم. میدان مال فروش ها مثل همیشه شلوغ و پرهیاهو بود. در این میان ملا نصرالدین هم با زحمت افسار خر را می کشید و جلو می برد. عاقبت خر را به دست دلالی سپرد
تا او را به قیمتی مناسب بفروشد. خود در کنج قهوه خانه نشست و مشغول نوشیدن چای شد. ساعتی گذشت. دلال آشفته و عصبانی به قهوه خانه آمد. گفت: چه جانور چموشی است این الاغ؟ از وحشت دندان و لگدش هیچ کس جرأت نزدیک شدن به او را ندارد. خری را که دم و دندانش را نشود دید، چه کسی خواهد خرید؟ ملا ته استکان چای را هم سر کشید و گفت: راستش من آنقدرها هم قصد فروش ندارم، فقط میخواستم خلق بدانند که من از دست این نابکار چه میکشم. داستان علاج واقع پیش از وقوع. روزی مولا نصرالدین کوزه آب را به دست دخترش داد تا از چشمه آب بیاورد. دختر هنوز از خانه خارج نشده بود که مولا او را به باد کتک گرفت. دختر جیغ می‌زد و مولا بی امان می‌زد. زن مولا با شنیدن فریادهای دلخراش دختر به حیاط دوید. از مولا پرسید: چه شده؟ او چه کرده که اینطور او را میزنی؟ مولا نصرالدین گفت: میزنم تا یادش بماند کوزه را در راه نشکند. زن گفت: هنوز که نرفته، کوزه ای هم نشکسته. مولا جواب داد: برای همین حالا او را میزنم، چون بعد از شکستن کوزه زدن او چه فایده ای دارد. داستان خر فروختن ملا. چند روزی بود که ملا نصرالدین حسابی بی پول شده بود. هیچ راهی نداشت جز این که خرش را بفروشد. با اینکه دلش نمی‌خواست خر عزیزش را از دست بدهد، ولی چاره‌ای نداشت. به زنش گفت: به شهر می‌روم و خر را می‌فروشم. زن ملا گفت: مگر دیوانه شده‌ای؟ اگر این خر را بفروشی، چطور این طرف آن طرف می روی و کار می کنی؟ ملا جواب داد: تو چقدر زن ساده ای هستی، نگران نباش، من قیمتی بر روی این خر می گذارم که هیچ کس نتواند بپردازد، خر هم برای خودمان بماند. داستان اشتباه در کوزه عسل است. ملا نصرالدین سندی داشت که باید قاضی شهر آن را تایید میکرد، اما از بخت بد ملا قاضی هیچ کاری را بی رشوه انجام نمیداد. ملا هم آه در بساط نداشت که با قاضی شریک شود و کار تایید سند را به انجام برساند. این بود که کوزه ای برداشت، آن را پر از گل کرد، روی آن بند انگشتی عسل ریخت. بعد کوزه عسل و سند را برداشت و نزد قاضی رفت. کوزه را پیشکش کرد و درخواستش را گفت. قاضی همین که در پوش کوزه را برداشت و عسل را دید، بی فوت وقت سند را تایید کرد. هر دو شاد و خندان از هم خداحافظی کردند. چند روزی گذشت. قاضی به حیله ملا نصرالدین پی برد. یکی از نزدیکان خود را به خانه ملا فرستاد. پیغام داد که در سند اشتباهی شده. ملا به فرستاده قاضی جواب داد: از طرف من سلامی گرم به قاضی برسان. بگو اشتباه در سند نیست، در کوزه عسل است. داستان شکر خدا. روزی از روزها ملا نصرالدین خرش را گم کرد. در پی یافتن خر همه جا را گشت. همینطور که در کوچه ها و محله ها می گشت، دست به آسمان برد و گفت: خرم گم شده، خدایا شکر. مردمی که ملا را می دیدند دلشان به حال او می سوخت. با ناراحتی سر تکان می دادند، می گذشتند. آنها خیال می کردند ملای بیچاره در غم از دست دادن خرش دیوانه شده. عاقبت یکی از دوستان ملا طاقت نیاورد، جلو رفت و گفت: ملا جان، گم کردن خر غم بزرگی است. من خوب میفهمم که تو چه حالی داری، ولی نمیدانم چرا خدا را شکر میکنی. ملا گفت: حق با توست،
گم کردن خر غم بزرگی است، ولی فکرش رو بکن، اگر من سوار خر بودم، حالا هر دو گم شده بودیم. این غمی بسیار بزرگتر بود. خدا را شکر می کنم که من سوار خر نبودم. داستان پیغمبران را افاده نیست. روزی مولا نصرالدین عده‌ای را دور خودش جمع کرده بود، دعوی پیغمبری می کرد. یکی از میان مردم گفت: اگر از خود معجزه‌ای نشان دهی، همه به تو ایمان خواهیم آورد. مگر نه این است که هر پیامبری که از سوی خدا آمده با خود معجزه‌ای داشته؟ مولا نصرالدین پاسخ داد: من هم از نشان دادن معجزه خود دریغ نخواهم کرد. بگویید چه می‌خواهید، همان کنم. مردم به این طرف و آن طرف نگاه کردند. هیچ چیزی جز یک درخت در آن اطراف نبود. یکی گفت: معجزه تو این باشد که به درخت فرمان دهی به نزدیک تو بیاید. مولا نصرالدین پذیرفت، گفت: این که کاری ندارد، باشد. آنگاه روبروی درخت ایستاد و گفت: درخت، به کنار من بیا. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. نفسها در سینه حبس بود. همه منتظر بودند. اما درخت تکان نخورد. ملا بیدرنگ جلو رفت. نزدیک درخت ایستاد و گفت: اینک من و درخت در کنار هم. معجزه را دیدید؟ حالا مرا باور کردید؟ مردم از خنده بیتاب بودند، چنان پیچ و تاب می‌خوردند که یارای ایستادنشان نبود. گفتند: شگفت معجزه‌ای بود. ما گفتیم درخت نزد تو بیاید، نه اینکه تو به نزد درخت بروی. مولا نصرالدین با تأسف سری تکان داد، گفت: به راستی که مردمی نادان هستید. آیا تا به حال پیامبری دیدید که متواضع و فروتن نباشد؟ همه پاسخ دادند: نه. ملا گفت: مگر نه این است که فروتنی برترین صفت مردان خداست؟ همه پاسخ دادند: به راستی که چنین است، جز این نیست. ملا گفت: این نخستین معجزه من بود. به درخت گفتم نزد من آی، چون نیامد من با فروتنی به سوی او رفتم، چرا که پیامبران را افاده نیست. داستان انشاءالله منم. شب هنگام بود که ملا نصرالدین لوازم و وسایل خود را آماده کرد. زنش گفت: فردا سپیددم به کوه می روم. هیزم بار خر می کنم و ظهر نشده باز می گردم. زن گفت: بگو انشاءالله. مولا نصرالدین گفت: انشاءالله ندارد. خر سالم است، تا گلو خورده و سیر شده. من هم تا فردا نخواهم مرد. زن دلخور و ناراحت شانه هایش را بالا انداخت و از اتاق خارج شد. صبح سپیده دم مولا همانطور که گفته بود بر خرش سوار شد. راه کوه در پیش گرفت. دست بر قضا همان روز غلامان شاه برای بردن هیزم به آشپزخانه کاخ به همان کوه آمده بودند. خر ملا را به زور گرفتند. خودش را تا می‌خورد کتک زدند. تا شب سه بار هیزم بار خر کردند و به کاخ بردند. نیمه شب بود که ملا نصرالدین پای پیاده کتک خورده و بی اولاق به در خانه رسید. ناتوان بر در کوبید. زن از پشت در پرسید: کیست؟ ملا نالان و ناتوان پاسخ داد: باز کن، انشاءالله منم. داستان سنگینی بار. ملا نصرالدین از بازار برمیگشت. کیسه ای پر از نخود و لوبیا خریده بود. کیسه را بر دوش خود گذاشت و سوار بر خر شد. کیسه انقدر سنگین بود که شانه‌های ملا از سنگینی بار خم شده بود. در بین راه یکی از دوستانش او را دید، گفت: ملا، چرا کیسه را پشت خودت گذاشتی؟ آن را پشت خر نمی‌گذاری؟ ملا با تأسف سری تکان داد و گفت: تو چقدر نادانی،
این خر بیچاره گناهی کرده که هم مرا به پشت خود سوار کند، هم بار را. من خودم سوار این خر شدم بس است. کیسه را خودم نگه می دارم تا فشاری به این خر بیچاره نیاید. داستان مژدگانی. مردی دوان دوان خود را به ملا نصرالدین رساند. گفت مژدگانی بده، مژدگانی بده، خداوند به تو یک پسر داد. ملا چهره در هم کشید. گفت خدا به من پسر داده، به تو چه که مژدگانی می‌خواهی؟ داستان اول برو به گوسفند آب بده. او رو به زمستان بود و سرما بیداد می‌کرد. ملا نصرالدین و زنش گوشه اتاق گرم نشسته بودند. گوساله در طویله ماما می‌کرد. آنها بر سر اینکه کدام یک بروند به گوساله آب بدهند، بر سر هم فریاد می‌کشیدند. هیچ کدام حاضر نبودند اتاق گرم و راحت را رها کنند و برای آب دادن به گوساله بر سر چاه بروند، آب بکشند و به طویله ببرند. عاقبت تصمیم گرفتند زحمت این کار به عهده کسی باشد که زودتر از دیگری لب به سخن باز کند و حرفی بزند. پس از این قرار سکوت اتاق را فرا گرفت. ساعتی گذشت، هیچ کدام حرفی نزدند. گوساله تشنه بود و ما می کشید. زن و شوهر هر دو ساکت و خاموش به هم نگاه می کردند. عاقبت زن خسته شد، برخاست و به خانه همسایه رفت. ساعتی دیگر گذشت. ملا همینطور ساکت و آرام نشسته بود. کودکی از خانه همسایه به درون اتاق آمد. گفت مادرم برای تان آش نظری فرستاده. ملا به بالای سرش اشاره کرد که بگذارد روی تاقچه. کودک فکر کرد میگوید خالی کن روی سر من. پس کاسه آش را بر سر ملا نصرالدین ریخت و به دنبال کار خود رفت. ساعتی دیگر گذشت. دزدی به داخل خانه آمد. ملا همینطور با سر و روی آشی نشسته بود و او را تماشا می کرد. دزد اول ترسید، ولی وقتی دید ملا ساکت است و نه فریاد می زند، نه کمک می خواهد، نه به او اعتراضی می کند، با حوصله و خیال راحت هرچه در اتاق بود توی لحاف بزرگی پیچید و با خود برد. زن ملا به خانه بازگشت، خانه را خالی و ملا را با سر و روی آلوده به آش دید. فریاد زد مرد، این چه بساطی است؟ ملا گفت آها، حرف زدی. اول برو گوساله را آب بده، بعد اگر میخواهی چیزی بپرسی بپرس. داستان اتاق پنج دری. ملا نصرالدین در مجلس جشنی مهمان بود. همه در اتاق بزرگی که پنج در داشت پذیرایی میشدند. فصل تابستان بود. پنج در اتاق را باز گذاشته بودند. نسیم خنکی همراه با عطر گلها از درهای گشوده وارد اتاق می شد. مهمانها گرم گفتگو با یکدیگر بودند. یکی از آنان رو به ملا کرد و گفت راستی ملا، به نظر شما این اتاق پنج دری برای چه فصلی مناسب است؟ ملا کمی فکر کرد و گفت این اتاق برای فصل زمستان مناسب است. همه با تعجب به او نگاه می کردند. یکی پرسید به چه دلیل؟ ملا پاسخ داد ببینید، من یک اتاق دارم که فقط یک در دارد. فصل زمستان وقتی آن یک در را می بندم اتاق گرم گرم می شود. حالا شما تصور کنید اگر در فصل زمستان این پنج در بسته شود، اینجا چقدر گرم می شود؟ داستان این مرحوم هیچ کارش با آدمیزاد نمی برد. ملا نصرالدین همسایه‌ای داشت که همیشه با او در نزاع و قهر بود. هیچ کدام چشم دیدن دیگری را نداشتند. روزی به ملا نصرالدین خبر دادند که چه نشسته‌ای،
همسایه در رودخانه افتاد، او را آب برد. ملا از جای جست، خود را دوان دوان به رودخانه رساند. سپس شروع کرد در جهت عکس جریان آب دویدن. گفتند مرد باید در جهت آب بدوید، آب که کسی را سر بالا نمی برد. ملا نصرالدین جواب داد من همین را می دانم، ولی این همسایه من همیشه خلاف آدمیزاد بود. مرحوم هیچ کارش با آدمیزاد نمی برد. لابد حالا هم به جای اینکه در مسیر آب برود، سر بالا رفته است. داستان آهسته که آسمان نفهمد. مدتی بود که بخت به ملا نصرالدین پشت کرده بود. هر بار که میخواست رخت و لباسهایش را بشوید، آسمان ابری میشد و میبارید. روزی ملا به دکان بقالی رفت که صابون بخرد. آسمان صاف بود، خورشید گرم و درخشان. ملا نگاهی به خورشید کرد، وارد دکان بقالی شد. سکه‌ای به دست بقال داد و گفت آن را بده. بقال که نفهمیده بود ملا چه می‌خواهد، پرسید روغن می‌خواهی یا برنج؟ ملا گفت آن را. بقال پرسید پنیر یا نمک؟ باز هم ملا گفت آن را. بقال هرچرا که در مغازه داشت نام برد، تا اینکه پرسید صابون می‌خواهی؟ ملا وحشت زده گفت آری، اما آهسته که آسمان نفهمد. همراهان عزیز لذت داستان، امیدوارم که از شنیدن این داستان زیبا لذت برده باشید.